رئیس دولت 13 در تازه ترین کنفرانس خبری گفت اقتصاد ایران در دوران رونق و بهبود قرار دارد. نرخ تورم کاهش یافته. تجارت خارجی با همسایگان افزایش چشمگیری داشته. نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و شرایط کسب و کار و تحصیل مردم بهتر شده. وضعیت کسب بودجه که میتونست قریب به 480 هزار میلیارد برای کشور مشکل ایجاد بکنه، با ایجاد منابع در اختیار در کشور کسری بودجه جبران شد. وضعیت تورمی قریب 60% تبدیل شد به 46% فعلی، قبلا هم در میزان کمتر. وضعیت کالاهای اساسی به نحوی اطمینان بخش شد. ادعای ابراهیم رئیسی درباره کاهش نرخ تورم از 60% به 46% در حالی است که کارشناسان از افزایش دست کم 7 برابری قیمت مواد غذایی در دوره ریاست جمهوری او خبر می‌دهند. همه شاخص ها نشان دهنده رشد و تلاش و پیشرفت شد. وضعیت اشتغال که بسیاری نگران بودند 8.2% شد. 23 استان کشور ما اعلام میکنند ما وضعیت بیکاری در کشور در استان خودمون نشان میده که شرایطش کاملا متفاوت شده. به رغم اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، گزارش‌ها و آمارهای نهادهای دولتی از رشد نرخ بیکاری به خصوص در استان‌های مرزی حکایت دارد. ادعای کاهش نرخ بیکاری در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعدد رسانه‌های حکومتی آمارهای متناقض با اظهارات رئیسی منتشر کردند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت رشد 14% تجارت با کشورهای همسایه و پیوستن ایران به سازمانهایی چون شانگهای و بریکس موجب گسترش مناسبات اقتصادی در سطح بین المللی شده است. همزمان با اظهارات رئیسی، رئیس صندوق توسعه ملی ایران گفته مردم نگرانند عمله کشورهای همسایه شوند. در سال 1357 یکی از وعده‌های رهبر ایران آب و برق مجانی بود. آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. و حالا تکرار وعده آب و برق مجانی، این بار توسط ابراهیم رئیسی. رایگان شدن آب، برق، گاز برای خانواده‌هایی که کم درآمدن و مشکل دارن، این جزء برنامه‌های دولت بوده. آمار و ارقامی که ابراهیم رئیسی ارائه می‌دهد، کشوری در حال پیشرفت را ترسیم می‌کند که مردمش مشکل اقتصادی و معیشتی ندارند. این در حالی است که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، سقوط آزاد ریال در مقابل دلار، تورم افسار گسیخته‌ای را به همراه داشته. و حکایت از بحران گسترده اقتصادی دارد. آریان ریسباف، صدای آمریکا.